عزیزان بیننده خدمت شما مجددا سلام عرض میکنم و دلم میخواد جلسه این ساعتمون رو شروع کنم با ای که معمولا در شروع رسالات نوشته شده رسولان وقتی که به کلیساهای های مختلف نوشتن با این دعا شروع میکردن که فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد فیض و سلامتی فیض یعنی آن بخشش رایگانی که خدا میده و ما به واسطه آن فیض هست که نجات پیدا میکنیم اگرچه لیاقتش را نداریم اگرچه براش زحمت نکشیدیم اگرچه اصلا نمیتونیم کاری براش بکنیم فقط با ایمان این نجات را دریافت میکنیم محض فیض هست اما وقتی این فیض داده میشه این فیض خدا شامل حال ما میشه نتیجهش این هست که سلامتی به بار میاره برای همین گفته میشه فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد و دعای من این هست که مطالعاتی که داریم باعث بشه ما با فیض خدا مواجه بشیم و این فیض خدا رو تجربه کنیم و این فیض باعث سلامتی روحانی زندگی ما بشه ما وارد رابطه بسیار سالم و شفاف با خدا بشیم ما محسوب بشیم فرزندان او و او در این رابطه بشه پدر آسمانی ما پس مطالعات خودمون رو در مسیح در عهد عتیق ادامه میدیم این جلسه جلسه شماره 19 هم هست و رسیدیم به قسمت دیگه جنبه دیگه که از اون تاریخ ما مسیح را در عهد عتیق داریم میبینیم ما از طریق نبوت ها مطالعه کردیم از طریق آن مواردی که مسیح خودش رو ظاهر کرد در قالب های قابل رؤیت قابل فهم انسانی و بعد رسیدیم به سمبول ها در عهد عتیق که ما کشتی نوح رو مطالعه کردیم ما نردبان یعقوب رو مطالعه کردیم و امروز میرسیم در قسمت سوم به من آسمانی یا در بعضی جاها گفته میشه مننا آن نان شبیه نانی که خدا از آسمان به قوم بنی اسرائیل در بیابان داد قسمتی رو که قرائت خواهم کرد از خروج سفر خروج کتاب دوم عهد عتیق باب شماره 16 هم هست از آیه 11 و همچنین در عهد جدید از یوحنا انجیل به قلم یوحنا باب ششم آیاتی رو خواهم خوند پس در ابتدا لطفا دقت کنید با آیاتی که از خروج باب 16 هم از آیه شماره 11 براتون قرائت میکنم و خداوند موسی را خطاب کرده گفت شکایت های بنی اسرائیل را شنیده ام پس ایشان را خطاب کرده بگو در عصر گوشت خواهید خورد و بامداد از نان سیر خواهید شد تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم و واقع شد که در عصر سلوی برآمده لشکرگاه را پوشانید و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست و چون شبنمی که نشسته بود خدا هم بلدرچین بهشون داد هم یک چیزی که شبیه برف یا جاله بوده شبنمی که نشسته برخواست اینک بر روی سرها چیزی دقیق مدور و خورد مثل جاله بر زمین بود و چون بنی اسرائیل این را دیدند به یکدیگر دیگر گفتند که این من است زیرا که ندانستند چه بود موسا به ایشان گفت این آن نان است که خداوند به شما میدهد تا بخورید خدا گفته بود من به شما گوشت میدم من به شما نان میدم و این من همون نانیه که خدا وعده داده بود این از امری که خداوند فرموده است که هر کس به قدر خوراک خود از این بگیرد یعنی یک عمر برای هر نفر به حسب شماره نفوس خیش هر شخص برای کسانی که در خیمه او باشند بگیرند پس بنی اسرائیل چنین کردند دقت کنید بعضی زیاد و بعضی کم برچیدند اما چون به عمر پیمودند آنکه زیاده برچیده بود زیاده نداشت و آنکه کم برچیده بود کم نداشت بلکه هرکس به قدر خوراکش برچیده بود آیه شماره ۳۱ رو هم براتون میخونم از همین باب و خاندان اسرائیل آن را من نامیدند و آن مثل تخم گشنیز سفید بود و تعمش مثل قرص های اصلی و اگر ما مراجعه کنیم به انجیل به قلم یوحنا باب شماره ششم انجیل به قلم یوحنا باب شماره ششم از آیه 28 به دو گفتند چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم عیسی در جواب ایشان گفت عمل خدا این است که با آن کسی که او فرستاد ایمان بیاورید به دو گفتند چه معجزه می تا آن را دیده به تو ایمان آوریم چه کار می کنی؟ یهودی ها دارن می گن، پدران ما در بیابان من را خوردند چنانکه که مکتوب است که از آسمان به دیشان نان عطا کرد تا بخورند عیسی به دیشان گفت آمین آمین به شما می گویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما می‌دهد زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهت به جهان حیات می‌بخشد آنگاه بدو گفتند ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده عیسی دیشان گفت من نان حیات هستم کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد از آیه 48 تا 51 که قرارت میکنم مجددا از همین باب انجیل یوحنا باب ششم من نان حیات هستم ایسای مسیح فرمود پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد اگر کسی از آن این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم در عهد عتیق در زندگی قوم بنی اسرائیل این قوم قرقرو این قومی که از همه چیز شاکی هست خدا برکتی میده که این برکت اگرچه در خودش برای آنها حیاتی جاودانی فراهم نکرد چون مطابق آنچه که در انجیل یوحنا خوندیم پدران شما من را در بیابان خوردند و مردند اما این من در عهد عتیق این نانی که خدا از آسمان با آنها داد سمبولی بود از آن نان حقیقی که قرار بود از آسمان به جهت نجات جهان بخشیده بشه و خود مسیح این رو تفسیر میکنه که من نان حیات هستم این موسی نبود که به شما نان را از آسمان داد بلکه پدر من بود که از آسمان نان را به شما داد چون آن نان سمبولی از مسیح و میخواد بگه این پدری که منو داره به شما میده این پدری که مرا فرستاد زیرا که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر ایگانی خود را داد نان را عطا کرد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد چطور این من عهد عتیق این نانی که از آسمان داده شد در عهد عتیق سمبولی از مسیحه مورد اولی که بررسی میکنیم خود اسم من یا مننا هست این اسم در زبان عبری که عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده معنیش این هست این چیه؟ وقتی که خدا این من خودش رو داد تا اونها بخورن و سیر بشن یک چیز کاملا عجیبی برای قوم یهود بود در بیابان تا حالا چنین تجربه ای نداشتن و چنین چیزی هرگز ندیده بودن و وقتی دفعه اول این رو دیدن گفتن این چیه و اینقدر پرسیدن این چیه این چیه این چیه شد اسمش من یعنی این چیه چون براشون اسرار آمیز بود براشون عجیب بود براشون یک سر بود براشون یک چیز جدید بود و این من است از عیسی مسیح خداوند آن شخصیتی که هرگز تجربه نشده بود آدمیان چنین چیزی تا به حال ندیده بودند که کسی خدای کامل باشه و انسان کامل باشه پر از اسرار عجیب این چیه؟ عجیب ما تا ندیده بودیم و در اشایی میگه اسم او عجیب خواهد بود در اول تیموتاوز باب سه اول تیموتاوز باب سه آیه شماره 16 پولس رسول مینویسه سر دینداری عظیم است سری هست که خدا در جسم ظاهر شد این سر این عجیبه این دفعه اول اتفاق افتاده هرگز اتفاق نیفتاده بود این سر عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد در روح تصدیق کرده شد به فرشتگان مشهود کردید به امتها ها موعظه کرده شد در دنیا ایمان آورده شد و به جلال بالا برده شد من یعنی این چیه خیلی عجیبه اسرار آمیزه این من سمبولیس از عیسی مسیح آن شخصیت عجیب آن سر عجیب آن سر دینداری مسیح در ذات الهی خودش در ذات انسانی خودش شخصیتی است بسیار اسرار آمیز بدون پدر بر اساس وعده ها متولد شده و زندگی و خدمت میکنه از باکره متولد شده عجیب ترین مورد در تمام تاریخ بشریت او که هم خدا او که هم انسان او که غلام شد او که خودش رو سپرد به دست آدمیان تا مصلوب بشه او که گفت هر که مرا دید پدر را دیده است او که ادعا کرد من و پدر یک هستیم اینها برای ماها نیز اسرار آمیزه اسراری عجیبه و وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنیم علا رقم تمامی زیبایی ابهت و جلالی که در او هست همچنان با این عقل انسانی خودمون اگه بخوایم برخورد کنیم میگیم این چیه این کیه؟ چون کسی به مانند او وجود نداره این من در آسمان مهیا شد و عطا شد از آسمان به زمین داده شد برای اسرائیلیان غیر قابل ممکن بود محال بود در بیابان برای خودشون خوراکی فراهم کنن تا نمیرن تا خودشون رو تقضیه کنن برای آنانی که هیچ چیز ندارن و اگر چیزی نخورن خواهند مرد خدا من رو از آسمان به اونها داد این من سمبولیست از عیسی مسیح برای جانهای گمشدهی که بر روی زمین این عمر زمینی خودشون رو دارن میگذرونن و به زودی حلاک خواهند شد چون هیچ طریق نجاتی برای اونها نیست هیچ چیزی نمیتونن برای نجات جاودانی خودشون فراهم کنن اگر از آسمان به آنها عطا نشود اگر پدر این من رو از آسمان به آنها نده برای همین ایسای مسیح میگه پدر من آن نان رو داد چنان که پدر آسمانی پسر خودش رو بخشید چون زمان به کمار رسید از ذریت زن متولد شد کلمه جسم گردید در میان ما ساکن شد از آسمان آمد فلپیان باب دو میگه چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را قنیمت نشمرد بلکه خود را خالی کرده صورت قلام را پذیرفت اومد به صورت قلام مرد مرگ بر صلیب او از آسمان آمد چون کلمه ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد یوحنا یک چارده همان چیزی که در یوحنا یک یک میخونیم کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود اگر ما زندگی عیسی مسیح رو داریم میبینیم بر روی زمین عیسی مسیح شخصیتی است ازلی و ابدی پیش از بنیاد عالم نیز بود چون خود خداست و وقتی که ظاهر شد بر روی زمین از آسمان ظاهر شد از بالا نازل شد و اومد تا در میان ما ساکن بشه و من در عهد عتیق یک هدیه بود یک عطا بود خدا آن را بخشید خدا در اراده خودش با محبت عظیم خودش این کار رو کرد آیا این من رو به اونها داد به عنوان یک جایزه به عنوان تقدیر کردن از نیکویی های اونها هاشا اونها در شکایت قرقر بودند، اونها در هم همه بر علیه خدا بودند، زمانی که آنها گناهکار بودند پدر آسمانی ما به قوم بنی اسرائیل من را از آسمان هدیه داد بخشید و پولس به رومیان میمیسه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم پدر آسمانی این هدیه رو بخشید عیسی مسیح جسم گردید میان ما ساکن شد نه اینکه بیاد و پاداشی برای نیکویی‌های های ما بشه چون در هیچ یک از ما نیکویی نبود و نیست عادل نیست یکی هم نی همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و مزد گناه موت است عادل نیست همه گناه کردند همه مردن عجب لیاقتی عجب شایستگی در هیچ یک ما آدمیان را مقدس میخوانیم ما آدمیان را به رتبه قدوسیت میرسانیم ما آدمیان را به رتبه میرسانیم که بگیم الان میبایستی اونها رو تمجید کنیم خدا چه میگه همه گناه کردند و در هیچ یک این لیاقت نبود تا زمانی که خدا خودش این هدیه رو بخشید نه لازم بود قوم چنین چیزی برای خودش فراهم کنه و نه قادر بود چنین چیزی فراهم بکنه نه خدا انتظار داشت اونها این کار رو برای خودشون بکنن که برای خودشون این نون رو درست کنن تا تغذیه بشن و نه قادر بودن این کار بکنن زمانی که نه ارادش رو دارن نه قدرتش رو دارن نه تمایلش رو دارن خدا به فیض عمل میکنه و خدا به فیض عمل میکنه در زندگی من و شما زمانی که نه چندان اراده مقدس بودن رو داریم چون هر چقدر به خودمون نگاه میکنیم فقط تمایل تمایل به گناه کردنه نه قدرت مقدس زندگی کردن رو داریم زمانی که در ما نه هست نه قدرتش هست فیض عظیم خدا عمل میکنه در این که پسر خودش رو هدیه میبخشه تا من و شما نجات پیدا کنیم برای همین در اشعیا فصل سی و پنج میبخشید پنجاه و پنج اشعیا پنجاه و پنج ببینید خدا چی میگه ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید نقره ندارم با چی بخرن بیایید و شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلزز شود گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودانی را خواهم بست بیایید چرا بیایید؟ چون این من فراهم شده برای تمام آنانی که گرستن خروج باب 16 آیات 16 تا 18 به ما گفت که اینا گرسنه بودن خدا چیزی براشون نداد که به عنوان یک تزئین و آرایش استفاده کنن روی لباسشون بزنن روی موهاشون ببافن توی چارچوبی بذارن و قابش بکنن روی دیوارها این تزئین و آرایش نبود خدا این رو داد تا اونو بخورن و زنده بمونن من من آسمانی از آسمان به دست خدا فراهم شد عطا شد برای همه آنانی که گرسنه بودند و عیسی مسیح آن من آسمانی که عطا شده برای تمام آنانی که گرسنه این عدالت هستند گرسنه و تشنه عدالت خدا هستند گرسنه هستند برای این نجات برای این آزادی این گرسنگی در اونها است که میخوان از قدرت گناه آزاد بشن از اسارتها ها آزاد بشن و میفهمن تا به حال تمام قدرتشون رو صرف کردن برای چیزی که سیر نمیکنه زنی بود در عهد جدید مدت 18 سال به مرضی مبتلا بود میبخشید 12 سال به مرضی مبتلا بود و این زن تمام آن را که داشت صرف اتباع کرد نه فقط خوب نشد بدتر شد هر آنچه را که داشت از بین رفت تا اینکه به خودش گفت من فقط میرم از پشت سر عیسی مسیح این نبی از شهر ناصره و کافی فقط رداش رو لمس بکنم و وقتی ردای عیسی مسیح رو لمس کرد در خودش درک کرد که چشمه خونش خشک شد و شفا پیدا کرد آن شخصی که هرچی رو که داشت داده بود و الان هیچی نداره در مسیح همه چیز رو پیدا کرد زندگی خودتون رو به بتالت تلف نکنید در هیچ کس دیگه نجات نیست نامی دیگر زیر آسمان به ما عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم جز عیسی مسیح خداوند آن من آسمانی که پدر از آسمان بخشید هیچ نبی هیچ پیغمبری از آسمان نیامد از میان مردمان برخیزانیده شدن از جسم و خون بودن تنها یک رسول یک نجات بخش از آسمان به صورت این من آسمانی داده شد و او عیسی مسیح خداونده برای همین نجات فقط در اوست و مسیح میگه من نان حیات هستم هر که نزد من آید و بخورد نمیرد یهودیان در بیابان خوردند و مردند اگر کسی از من بخوره چون اون تصویری بود سایه بود از من اگر شما منو بخورید به من ایمان بیارید روزی در جسم خواهید مرد ولی دارای حیاتی ابدی خواهید بود این حیاتی که برای هر که بخوره کافی است این من برای تمام قوم بنی اسرائیل کافی بود بعضی زیاد برداشتن بعضی ها کم بد دیدن همه به اندازه کافی دارن کفایت شد برای همه دوم مقارنتیان سه پنج مسیح کفایت ماست در مسیح نجات به صورت کافی لازم نیست کسی دیگه بیاد روش اضافه کنه مسیح احتیاج به کمک هیچ نبی انسانی نداره احتیاج به یاری هیچ معلم انسانی نداره نجات در مسیح کفایت مطلقه حتی احتیاج به کمک من و شما هم نداره کافیه به او ایمان آورده شود و شما این نجات رو در خواهید یافت درسته که اول خواهید گفت این چیه این چیه چون وقتی روح القدس عمل میکنه مثل بادی که میزنه نمیدونی از کجا آمد به کجا رفت آقا چی شد یه اتفاقی در قلبم افتاد نمیدونی چیه آها این همون من آسمانیه که وقتی بهش ایمان میاری حیات ابدی داری خدا رو شکر دعای من برای شما اینه چون که دعا کردم در شروع جلسه فیض و سلامتی با شما باشه این فیض شما رو نجات بده باعث سلامتی زندگی شما بشه وقتی که شما این من آسمانی عیسی مسیح خداوند را بخورید و در او حیات جاودانی داشته باشید شما را به دست های امن خداوند می سپارد.